Zwyczajnie. Ale za uzady. Edzio! من دیگه نمیتونم تهران بمونم. مگه مطبوعات نمیخونی؟ هر روز چند نفر میگیرن. از مادام اینجان چه خبر؟ تو مگه از من پول نمیگیری؟ شما چی هستی؟ پاسپورت سلطان زاده. در خدمت. سلطان داده گل کاشتی، نمره 20. این مختار اولش خیال میکرد که اون سالا ماموراش سیمون رو نفی بلد کردن، یا به عبارت روشنتر سرش کردن زیر آب. اما غافل از اون که این موسیو سیمون به همون مامورا رشوه میده و فلنگو میبنده. اقرار کرد؟ اقرار؟ اصلا مهلت نداد ازش بازجویی بکنم. همچی ترسیده بود که همه رو گفت. عالیه. توانی با تیمسار مختار، اون قضیه جواهرالات مادام لیلیان، خلاصه همه رو گفت و امضا زد. پس روز به روز داره نامه اعمار مختار قطورتر میشه. اون ناکس که زیر بار نمیره، میگه شخص اعلی حضرت حکم جلب مادامو داده. سیمونو چیکار میکنه؟ توانی با سیمونه که نمیتونه منکر بشه. سیمون زنده است، اقرار کرده. تازه سیمون اون تهمت رو به مادام لیلیان اون تهمت زده. حشمت جان، من فکر میکنم شما بهتره دنبال یه وکیل برای مادام بگردیم. شاید بتونه ضرر زیانش رو از این سیمون آبزیرکا بگیره. بابا سیمون یه دل دوز گوشت گداست. اصل کاری اون شخص شخیصه. اگه منظورت اعلی حضرت اون که فعلا در تبعیده، تیمسار مختارم اینقدر سنم داره که مادام توش یاسنم، یعنی بهش بده بره. برش کنم، شما بهتر پیگیر همین حق و حقوق مادام باشین. بس سلام. این چایی جناب علی هم طبق معمول کهنه است. اینن چایی توست که تو دفترت قالب میکنی به ما. آقای مختار بر طبق محتویات پرونده موکله، یعنی خانم لیلیان را در تاریخ 28 شهریور 1315 زندانی نبودند و شوهرش را مجبور کردند که از همسر خود دست برداشته و ایران را ترک کند. مادام لیلیان مدت 3 سال و 10 ماه و 15 روز در زندان حبس بوده. در خلال این مدت 2 مرتبه در نتیجه دادن داروی عوضی مشرف به مرگ بود. خسارات وارده به موکله زیاد و غیر قابل جبران است. هر روز حبس در زندان مختار، سالی و هر سال قرنی به موکله گذشته است. طبق مواد 83 و 85 قانون مجازات عمومی، روزی 50 ریال ضرر باید به موکله پرداخت شود، هرچند که گذشته از ضررهای روحی و جسمی متجاوز از 500,000 ریال ضرر مالی به موکله این جانب وارد آمده. اینک با در نظر گرفتن حقوق موکله، تقاضای محکومیت مختار را به مبلغ 70,500 ریال از قرار روزی 50 ریال به تعداد 3 سال و 10 ماه و 15 روز حبس غیرقانونی خواست دارم. سلام علیکم جناب پاسپورت. سلام. چیه زود تعطیل کردیم؟ مشتری نبود. سلام. سلام. خسته نباشی. اومدی شام بخوری؟ اگه باشه میخوریم، نباشه برمیگردیم. اگه نباشم برات درست میکنم. دست در نکنه. ای بابا، شما چرا این وقت شب بیداری؟ الهی بگردم من. آخه
خوش اومدید آقا. قربانت قربانت. چه خبر پهلمون؟ سلامتی های بازپرس. شما چه خبر از دادگاه؟ ای بابا مثل همیشه اینقدر پرونده و متهم و شاکی هست که من فکر می‌کنم این زودی تمومی نداره. خدا صبرتون بده آقا. زنده باشی. اینم شام آقای بازپرس. ممنون ممنون. نهار که پیدات نشد گفتم تو کله فرو رفتی تو کارو دردسر. نه رفته بودم اون ور شهر دنبال یه شاهد میگشتم. برای محاکمه کی؟ همین ارازل و باشه شهربانی چیا دیگه. میدونم پرسیدم کدومشون. چه فرقی میکنه؟ همشون تو کثافت کاری رو دست داشتن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. جسارت آقای بازپرس. ببخشید فکر میکنید نتیجه هم بده؟ اگه منظورت نتیجه محاکمه است باید بگم که اصلا مهم نیست. اصل اینه که ترس مردم بریزه که ریخته. اصل اینه که مطمئن بشن که میشه این ارازل اوباش شهربانی و اون گردن کلفتای دیگر رو به محاکمه کشوند. میشه استنتاقشون کرد، سینجینشون کرد، از اون شاه گرفته تا اون پایینش. نتیجه واقعا مهم نیست؟ اگه دادگاه به نتیجه نرسه مردم دل سرد میشن. اون وقت دیگه علل سویه است که کسی محاکمه بشه یا نه. خب اینم حرفیه. خدا عاقبت همه رو به خیر کنه. من دیگه با اجازتون میرم. میترسم اگه دیر کنم بیافتم به ساعت من و برو مرو. قربانت. خسته نباشی مشبایران. درمونده نباشی. صبح برو ببین پیاز گیر میاری یا نه. رو چشم. با اجازت شما. حافظ. یا علی مدد. خوب بود؟ چی؟ غذا. دست بختت حرف نداره. کاش من زودتر از اینا پیدات کرده بودم. بهترین راه نفوذ در شما مردها راه شکمه. خب بله، مرکز یه نقطه ضعفی داره. ضعف منم اینه دیگه، محبت پنهان پشت غذاست که خیلی قیمت داره. خیلی. کاش پدرم زنده بود و تو رو میدید. همیشه با غرور از تو حرف میزد. میگفت مرد واقعی یعنی مرتضی که از دنیای چاقوکشا و لاتا خودش کشون به یه شغل مهم تو عدلیه. خدا رحمتش کنه. خدا رحمت. خب دیگه دست شما درد نکنه. مواظب میگم این حساب ما چقدر برمان؟ می نویسم به حسابت. نه 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 نه، صد دفعه گفتم مشتری نصیه بر باعث برشکستگی حساب کافه میشه. زنده با. خب چیکار کنم؟ باشه نقد بده. 15 قرون. 15 قرون؟ چه خبره؟ ما بیت اومد. Thank you.
جناب مینوی؟ شما؟ حاضری هستم. عرض مختصری داشتم. نصف شب؟ زیاد مزاحم نمیشیم جناب. عذر ما را بپذیرید قربان. ناچار شدیم این وقت شب خدمت برسیم. قهوه میل میکنید یا چایی؟ قهوه لطفا. خواهش کنم. متشکرم. بفرمایید. گوشم با شماست. در جرایت خواندیم که شما طالب اسنادی هستید که مربوط به محاکمات مقامات شهربانی میشه. درسته. آگهی دیواریش هم تمام شهر پر شده. همونجا هست. ما اسنادی داریم که ثابت میکنه شیخ توسط مامورین پلیس سیاسی و به دستور شخص شاه شهید شده. کدوم شیخ؟ شیخ خزعل. به شما چه ربطی داره؟ بنده وکیل خاندان شیخ هستم. ایشون هم دختر شیخ هستم. قهوتون سرد نشه. اصلا دوست دارین یا تعارف کنی همینجوری؟ بله بله، واقعا عالیه. اینا بیشتر شایعه است تا سند و مدرک. این واقعیته. بنده خودم تحقیق کردم. آخه عزیز من، چطور ممکنه اعلی حضرت شخصا پشم برن با دست خودشون گلوی شیخ شما رو بگیرن خفه کنن؟ کینه داشت. میترسید از شیخ. بسیار خوب. کینه داشت، میترسید. به قول فرنگی رفته. آرایت، اوکی. ولی چرا خودش بره؟ این همه اعوان انصار دور برشن. یکی رو میفرستاد بره. ولی ما ترجیح میدهیم این مطالب همینطور در جراید مرکز منعکس بشه. یعنی من توی جراید فقط اینا رو بنویسم؟ این دروغ دغلو؟ نه. برای چی؟ واسه چی بنویسم؟ ما به شما حق و زحمه میدهیم. منظور ایشون اینه که اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خودشون با صراحت گفتن. یعنی من بشم عملی تبلیغات شما؟
تمام روزنامه ها رو پر کنم با این مهملات، بعد شما بتونید در دادگاه با سوز و گداز از شیخ خزعل یه مدرس شاید قوی تر تحویل جامعه بدید. نه، قلم به مزدی حرفه ما نیست. جناب مینوی، اجازه بفرمایید. من اون اعلان رو دادم مطبوعات چون قصد جمع آوری اسناد واقعی حقیقی به پراکنده رو دارم، نه لاتاولات و دروغ دغلی رو، فقط حقیقت. تو ماشین شما کسی منتظرتونه؟ نه، در ماشین میدونم. شانس آوردیم، به خیر گذر. ممنونم. بفهمید آیا که شما شانس آوردید که گوشای من خیلی تیم. اجازه دارم باز هم مزاحم اوقات حضرت عالی بشم؟ با سند و مدرک کافی. پس مجدد خدمت میرسیم. با اجازه. وقت اداری روز، نه نصف شب. جلسه مربوط به پرونده قتل خزعل عنقریب برگزار میشه، ولی ما هنوز مدارکمون ناقصه. یعنی وکیل وسیش هم نتونسته چیز دندونگیری به دست بیاره؟ نه، ظاهرا چیز مهمی در اختیارشون نیست. من با فاضلی وکیل خانواده خزعل صحبت کردم. بله، به نظر میاد اون خودش هم در این مورد گیج و منگه. درست که میگم اسناد شهربانی کرج و پلیس سیاسی اینا هیچ اطلاعاتی ندادن؟ دو سه صفحه جعلیات و چاخان. حالا واقعا قاتلی معلوم نیستن یا دلایل قتل؟ والا چند نفر مظنون به بعد دستگیر شدن، ولی من دقیقا نمیدونم که کدوم یکی قتل مرتکب شده. یعنی دلایل مبهمه، اونطور که توی پرونده عنوان شده به علت سکته مرده. خب من از کجا باید شروع کنم؟ حالا باید بری سراغ پزشک قانونی اون موقع، یعنی زمان قتل خزعل. اگه اون مقربیات مفری ممکنه باز بشه. معلومه کجا هست؟ اینو دیگه تو باید بری سراغش. دکتر حسین قلی آبکاری، نمیدونم به علت ترس یا هر چیز دیگه فعلا غیبش زده. پیداش میکنم. روز میدرد. سلطان زده بفرمید. سلام بازپرس، حال چطوره؟ به به، السلام آقای اشمت خان گل. چی شده؟ یاد ما افتادی؟ فکر کردم مغزوب درگاه شدیم قربان. من درگاهم کجا بود که غضب داشته باشم؟ علونه زنبور چه خبر؟ جر و بحث، جنجال، سوال و جواب، محاکمه، اتهام، بازم میخوای؟ خیلی خوبه. ببین هنون نرسیدیم به قضیه خزر؟ نه، دنبال یه چند تا شاهد میگردم راستش. کی به نتیجه میرسی؟ هنوز چی معلوم نیست. چیه؟ سند و مدرک تازه گیر آوردی؟ آره، دختر خزر و وکیل خانوادگیشون یه پرونده آورد اینجا. البته مقدار زیادیش جعلیاته، ولی خب یه اوراقی هم داره که به درد میخوره. میام سراغت میگیرمش. سلام عرض کردم. سلام، سلام. باز چی میخوای؟ یه تحقیق کوچولو، یه فضولی. راجبه کی؟ شیخ خزعل.
کی؟ مرگ شیخ خزعل 1316. موجود نیست. بفهم. مطمئنی؟ مطمئنه، مطمئن. حالا چی؟ ناگلا واقعا که چرا موجوده. مدارک مطالعه فرمودی؟ بله. کماکان عقیده دارم که خیالاته. به هر حال نمیشه از خزعل به شهید ملی ساخت. ولی خیلی حقایق هست که در زمان شاه ثابت تحریف شده. شما به زندگی خزعل زیاد وارد نیستید، ولی شغل من فضولی در تاریخ سناریوی خزعل و شاه به صورت متصلیه. خزعل بعد از کشتن برادر شیخ مزعل در خودستان حکومت میکنه زیر سلطه انگلیسا. وقتی سردار سپه کودتا کرد باید تمام حکومت‌های محلی انگلیسی برچیده میشد. مهمترین حکومت که مونده بود مال خزعل بود. با یه لشکر کشی پفکی تبدیل میشه به کرج زیر دماغ شاه. البته قرار نبودی که بکشنش یا به ثروتش دست بزنن، ولی وقتی که رفت و آمده شیوخ عرب به کرج زیاد میشه خون خزعل، رضا شاه به وحشت میفته، دستور میده خزعل رو خلاص کنن. این یه روایت از خزعله که چندانم درست نیست. درسته، کاملا درسته. با افسانه بافی و شهید نمایی نمیشه از خزعل یک رجل ملی ساخت، یا لااقل من نمیتونم. نظر میاد کارا داره خوب پیش میره. ظاهرا راستی یه نشونی هم از محل دکتر آبکاری بده. همون پزشک قانونی که گواهی مرگ خزعل امضا کرد. آره، فردا میرم سراغش. هر حرفی زد مکتوب گزارش کارم به من بده. خیالتون تخت درست کرد. جریان هستی تطمیه. در واقع هرچی میگفتن ما اینجا میکردیم. حتی ورقه های پزشک قانونی رو مینوشتن، میآوردن و بنده امضا میکردن. مسئول این کار کی بوده؟ در پرونده هست؟ نیست. نیست؟ بخیر. مقدادی نامی؟ بگمانم و عقیلی پور؟ عقیلی پور؟ بله بله، عقیلی پور حتما متواری هم. در خدمتشون هستی، ولی شما باید به من کمک کنی تا مدرک بذارم بروشون. چشم. باور بفهمت بنده خیلی در جریان هم نیستم، یعنی نبودم. چه نبودی؟ خب نتیجه آزمایشات و کالباشی کافی رو که میدونی. نه خفگی و قتل هم مشخص شده. خدا به درت بیاموز. خب من میخوام همینا رو بگی دیگه. میگم ولی شما به من قول بدید که
اون درد سری برای من به وجود نیاد. نمیافتی یارت راحت بشه. بازش کن. نه باز بازش خطرناکی به همه حمله میکنه. بازش کن. باز کن. خب شما بفرمید. خب شما تا ما رو پای چوبه دار نفرسی ولکن نیستی ها؟ اگه من بتونم شر تو و اون رفقای آشغال کلت رو از سر این ملت و مملکت کوتاه کنم ثواب کردم. ثواب کردی ها؟ این وسط چی گیره تو میاد؟ یه وجدان راحت. وجدان راحت. بگو ببینم دیگه چه بامبولی میخوای سوار کنی؟ ها؟ قتل شیخ خزر. اون تو راسته کار ما نبوده. شما سواد داری؟ یا نوک پا مکتب رفتن؟ خوبه. بس بیا بگی بخون ببین هم قطارات چی گفتن. اونا قتل انداختن گردن تو؟ داره یه دستی میزنی نه؟ اگه راست میگی بگو بینم اسماشون چیه؟ عقلی پور و فرشی. مزخرف میگی. مؤدب باش. بگی بشین بشین و بخون. یه نگاهی هم به اون امضای زیر اقرارنامه بنداز. بشین. همش کسب محضه. هر چی گفت آقای عزیزت گفتن همون رو نمیشتم. تو چون من چی میخوای ها؟ قتل شیخ خزعل. تو چرا همیشه یادت میره که زورت رو من نمیرسه؟ تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. من حضرت هم زنده است. یه روز توی من زیر زمین با دستای خودم اون قناره دارم میزنم. بره ببرش. تو داد با مغار میزنم. فکر میکنی ببرش. حسن آقا جایی بیرو بیرن ندید. عجب آب بوشت بابا بیرو میخواست دوغ بیاره. الان جفیری بابا الان چا اینم دوغه خونه ساور از اتنا دست دردت بسن حسن آقا ساور چوک ساور ممنون آبا یه جو اینشی بود جو نمنده جو یه ور بسن جو نمنده بخور بخور سرپاس مختار چیزی رو بار رن؟ هنوز نه. ماجرا چی بود میگی؟ شیخ خزر رفت آمدهای مشکوک داشته. مثل که یه عده‌ای میرفتن کرج میومدن. خب این قضیه هم مختار به شاه راپورت میده دیگه. اونم تو دلش خالی میشه. واقعیت داشتی؟ از اینکه بعضی از سران عشایر میرفتن و میومدن تردیدی نیست. اما چی میگفتن چی نمیگفتن خیلی روشن نیست. منم جای شاه بودم وحشت میکردم. بعدم سرپاس مختار دست به کار میشه. آره البته جزئیاتش خیلی دستم نیستان چون همه رو لو ندادن.
اما خب اینقدی هست که من این پرونده رو ببرمش دادگاه. کی؟ منتظرم خبرم کنه. تو اینا رو تحریک کردی؟ میذاری من یه علم سانه داشت بردارم؟ نه چرا؟ فعلا نه، بعد از ختم دادگاه خودم یکی برای درست میکنم. خوبه؟ مرتضی؟ درست برای من تعریف کن ماجرا چی بود. ای بابا، آقا میذاری این نهار به ما مزه کنیم؟ با هم میخوریم، پیلو تعریف کن برای من. ای بابا، اصل قضیه این بوده، سرباز مختار قرار بوده یه جوری سر این بابا رو زیر آب کنه که گندش در نیاد. خزلو. خب درسته که خزل بین رجال پایتخت محبوبیت نداشته، اما از یه جایی توصیه میشه که فقط به تبعیدش اکتفا بشه. همین به سرای لندنی نه؟ آره، و بعدش مخترم دست به کار میشه دیگه، به ماموراش دستو میده که یه جوری سرتای قضیه رو هم بیارن. البته همه اینا رو همین مقدادی معاونش گفته. خیلی نرم و شاعرانه، مثل یه آهنگ از شوپن. میشناسی؟ خیر قربان. ای الاغ بی هنر، دست شما درد نکنه. فرشی و مرتیکه دیگر هم با خودت ورده برو. اطاعت قربان. دستور دادم مخارج عملیات رو از بودجه سری بدن. خیلی ممنون. به کسی بروز نمیدی؟ حتما. با اون دو نفرم تأکید کن. رو چشم بابی. برو. تلفن چی؟ دفتر اعلی حضرت رو بگیر. خلاصه فرشی و مقدادی و عقلی‌پور شبانه میریزن سر شیخ خزر، یعنی چهارم خرداد 1300 و 500. به کجانش؟ پرونده کامله؟ البته این ستا ناکسا قطع میدازه گردن هم دیگه، هی زده نقیز میکن. نمیدونم دیگه، جزئیاتش میمونه تو دادگاه. تو دادگاه جزئیات روشن میشه دیگه. خب اگه روشن نشه چی؟ اگه روشن نشه یعنی قاتل مشخص نشه. خب قرض در ابهام میمونه. ما یعنی میذاریم و غذامونو بخوریم. بابا بخور تو، چقدر شکمه هست اینا، بخور. من که نه بخورم که. از قدیم گفتن چه گفتن؟ هر که نان از عمل خیش خورد، منت از حاتم تا. من آدم تایی هستم؟ نخیر منم. این آدم تاییه؟ چرا از این ور؟ خفه شو. یعنی چه آقا؟ سر و صدا نکن، وگر نه کشته میشه. رزوانی رو اشتباهاً به جای وکیل سرپاس مختار دزدیدن، با زنش تماس گرفتن. دزدیدن. چی میخوان؟ قصد دارم دادگاه رو تحت فشار بذارن تا سرپاس مختار رو محکوم به اعدام بکنه. خب، تکلیف چیه؟ مجبوریم جلسه دادگاه رو به تأخیر بندازیم. جرایدم هم یه جوری دست به سر کنیم و بی اطلاع بگذاریم. هر نوع جنجالی باعث میشه که قانون درست اجرا نشه. سعی میفهمم، ولی خیلی دادگاه رو که خب فکر نمی کنم صلاح باشه، ولی خب آخه پلیس کاری نکرده؟ چرا، خبر دارم. با رئیس شعبانی حرف زدم، بگیرم.